مثال 76 همونطور که در تصویر مثال 76 ملاحظه می‌کنید مستطیل به طول 10 و عرض 5 ترسیم شده و یک کپی موازی با فاصله 1 از اون تهیه شده با می‌دونن از اینکه زبان زبان انگلیسی باشه حروف REC معرف رکتانگل رو تای می‌کنیم اسپسیفای first کورنر 150 و 10 رو تای می‌کنیم کلید انتر رو می‌فشاریم و آدر کورنر پوینت میگیم نسبت به نقطه قبلی اد ساین رو تایپ میکنیم عدد ده ویرگول کلید انتر رو میفشاریم با حرکت قطعه وسط موس دارم بزرگ نمایی رو انجام میدم اگر من اینجا براتون بیام در واقع این خط فرمان رو براتون سه سطرش کردم یا چهار سطره برای اینکه فرمان آفست رو ملاحظه کنین حرف او رو تایپ میکنم کلید انتر رو میفشارم اینجا در خط فرمان دارید ملاحظه میکنید که آفست گپ تایپ ما اینجا عدد صفری خب ببینید چه اتفاق رخ میده پس آفست گپ تایپ عدد صفر رو در ذهنتون داشته باشید از ما خواسته اسپسیفای آفست دیستنس دیسنس یعنی فاصله فاصله رو تعیین کنید عدد یک رو اینجا تایپ میکنیم کلید انتر سلکت آبجکت تو آفست میگه موضوعی که می ازش آفست تایپ بشه انتخاب کنید روی پارخر کلیک چپ میکنیم حالا داخل یا بیرون داخل یا بیرون اگر به تصویر مثال نگاه کنین به سمت داخل الان داخل اینه بیرونم در واقع اینه موضوعی هم که انتخاب کردیم به رنگ آبی الان به سمت داخل اینو قرار میدم و کلیک چپ میکنم و با فشردن کلید انتر از فرمان خارج میشیم با توجه به اینکه آفست گپ تایپ ما عدد یکی این کورنرهاش هاش تغییری نکرد ببینید آفست گپ تایپ این کورنرها ها تغییری نکرد